عزیزای دل سلام ماندن باشین، خسته نباشین. امروز روز 11 رمضان هستک و یک برنامه ویژه باز داریم از مسجد امام ابو حنیفه. امروز افطاری یار از طرف مسجد نیستک، افطاری را مردم مسلمان ترک ما گرفتک که همه مصارف و همه آشپزخانه و کار همه چیز مسئولیت اونا گرفتن. دیگه ما امروز وقت پیدا کنیم بیکار شدیم که یک برنامه بسازیم و شما را هم از این افطاری و از این پروگرام مستفید بسازیم و ببینیم شما هم چنان. دیگه بریم تا آخر برنامه با ما باشین انشاءالله، که امید است که خوشتان به لایک کنین، شیر کنین، با ما باشین. بیا داخل نشان میدیم و مردم ببینیم که چی گپا هست. با ما باشین تا آخر برنامه. سلام علیکم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه وسلم. بزن جماعت فون محمود أفندي قدسي روحه شيخ محمود أفندي. Wir haben heute eine Veranstaltung. Die ganzen Ikhwans auf ganz Europa haben wir uns hier gesammelt, dass wir hier inshallah einen Vortrag gehalten haben von unserer Wekil von ganz Europa, Nusretullah Efendi. Er hat einen Vortrag gehalten. Jetzt werden wir gleich zusammen den Iftar machen, inshallah. Und ich bedanke mich für diese ganze Cemaat, für diese ganze Gastfreundlichkeit von afghanische Moschee und Imam Sadat Hoca. Esselamu Aleyküm burada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستان و بینندگان خاور تی وی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امشب شب ماه مبارک رمضان است. اینجا
برادرها آمدن، لطف کردن، زحمت کشیدن، افطاری تهیه کردن. الله متعال روزه و نماز ما و شما و همه برادران اهل ایمان را قبول و مقبول درگاه خیش بگردانه. امروز واقعا روز خوشحالیه، روز خوشحال کنندیه. همه برادران به نحو زحمت میکشن، افطاری تهیه کردن. ببینین بسیار یک نظم خاصه، یک الحمدلله یک تمیزی خاصه. خداوند به لطف و کرم خود به کیسه اینا، به مال اینا، به زندگی اینا، به دنیا اینا، به آخرت اینا برکت نصیب کنه. برای همگی ما و شما پروردگار عالم به دنیا و آخرت ما و شما برکت نصیب کنه، گناهان ما را به حرمت ماه مبارک رمضان عفو کنه. در دهه مغفرتیم، دهه رحمت پشت سر گذاشتیم. الله متعال ما و شما را مورود مشمول رحمت خیش قرار بده. در دهه مغفرتیم، الله متعال گناهان ما و شما را مغفرت کنه و پروردگار عالم روزه و ما و روزه و نماز ما و شما را قبول و مقبول درگاه خیش بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سیگت بگی؟ بخون، بلند بخون. والله اللهم اللهم الحمد احد ازم حقكم عدن اول اخر خلهم بعد خير قيم عليم الكافي باب مصور نور وهاب واسق والد رخيم سكورم عزيم صافي مبين صمد مهي لطيف عزيم مليكم خلاص شد. او ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بلاك سرها دقم اندنه باشه سرها دقم اندنه باشه سرها دقم اندنه باشه خانه بودم باز رفتم وسایل برای چای آوردم کلوسا را امشب مصرف کردی؟ کار ثواب از دوستا چای بنوشن ما و بیننده ها چیز گفتنی داری؟ بیننده ها اول سلام عرض میکنم، بعد انشالله روزی خوش و خوبی در پشتی داشته باشن و گناهشون مغفرت شده و ما شما را رای هدایت نیکید هدایت بکنن و اتفاق و همبستگی داشته باشیم تا اینکه خداوند از ما راضی باشه و انشالله همه صحت من و رمضان خوشتر پشوری داشته باشه. آمین، جزاک الله جزاک. خیلی خوب، باز بخیر میبینی انشالله. میبینیم بعد از نماز انشالله. بعد از بخیر وقت خوش میبینیم. سلام علیکم دوستا، با ما باشین تا آخر برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم رمضان است، 1444 هجری قمری و در مرکز اسلامی افغان ها شهر فرانکفورت. امروز برادرای محترم ترک ما افطاری گرفتن. تقریبا اینا برای 500 نفر افطاری تهیه کرد و خودشان هم میه، خانماشان و آقایون مسئولینشان و از افغان ها هم الحمدلله که فامیلای افغان ها هم طور که شما میفهمید هم روزه میهند برای افطار، ولی امروز استثنان برادرای ترک افتخار گرفتن که ما برای کل روزدارا از خود ما و از شما و هر کسی که میه ما افطاری میتیم و این معمول است در کشورهای اروپایی، خصوصا در آلمان و بالاخص در مرکز اسلامی در شهر فرانکفورت، مرکز اسلامی افغانها که مسجد جامع امام ابو حنیفه شهرت داره، که ما به شکل مستمر و دوامدار همیشه به خاطر مسائل افطاری ترتیبات میگیریم که شما هم یکی از خادمین و از جمله کسایی که واقعا در اینجا بسیار زحمت کشیدن همیشه حضور دارین. مسائل ختم قرآن، مسائل تراویح، مسائل ترتیبات رمضانی در اینجا به شکل بسیار منظمش پیش میره الحمدلله. و اگر کسی از برادرای غیر افغان هم بخواه که داوطلب در اینجا سیم شوه در این صدقه جاریه و یا در این افطاریه، برایشان یعنی دروازه باز است. دیگه به این خاطر از برادرای ترک امروز گفتن که ما در ضمن از اینکه یک مجلس داشته می باشیم، مجلس رمضانی و قرآنی و اسلامی، هم از هدایات قرآن که مایه نزول قرآن است کسایی که در اینجا می اند استفاده کنند که صحبت هم میکنند و هم از افطاریه. دیگه امروز این افتخار برادرای ترک ما داره که تقریبا برای 500 نفر آمادگی دارند. بله، اینا خودشان هم در دیگه جا هم میرند اینا، ولی
مجالسی که داشته باشند در اینجا خصوصا در ماه رمضان هر سال تقریبا اینا یک چی میگیرند یک افطاری هم میگیرند پارسال هم این کار کردند بله کنم که تنها در این مسجد میگیرند در دیگه مساجد ما نمیفهم شاید بگیرند ولی این را باید از مسئولینش پرسان بکنیم به خاطری که برادرای ترک از شهرهای مختلف میاد در اینجا یعنی از اطراف فرانکفورت و از فرانکفورت هم هستند ولی از اطراف فرانکفورت هم میایند دیگه اینا یک عادت دارند که یکی به دیگه خبر میتن کلی که دیگه افطاری سهم میگیره مثلا ما شما یک افطاری داشته میشه با یک پیکنیک یا یک مجلس دوستای خود خبر میکنیم کلی که در اون پارک میه یا در اون جای میه اینا هم با می ترتیب است خیلی خوب آقا صاحب سلامت باشید تشکر قیم جان سلامت باشید Kesme, kesme. O kadar olsun. Haydi selam.